عفو بین‌الملل در جدیدترین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که امروز چهارشنبه منتشر کرد، نوشت که مقامات جمهوری اسلامی ایران از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، یعنی حدود 4 سال پیش، تا کنون اقدامات سرکوبگرایانه خود را علیه کنشگران حقوق بشر دوچندان کردند. به گزارش این سازمان، تهران که در سایه توافق برجام پیوندهای خود را با کشورهای جهان بازسازی می‌کند، فعالان حقوق بشری را صرفاً به اتهام برقرار کردن تماس با اتحادیه اروپا، سازمان ملل و زیرمجموعه‌هایش و گروه‌های مدافع حقوق بشر به سپری کردن 10 تا 15 سال زندان محکوم کردند. قرار است در مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی، فدریکا موگرینی، هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شرکت کند. در همین رابطه خانم رها بحرینی از فعالان سازمان عفو بین‌الملل از لندن و از طریق اسکایپ با ما هستند. خانم بحرینی، از شما سپاسگزارم که در این گفتگو حاضر شدید. بفرمایید که حضور خانم موگرینی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری چه پیامی برای فعالان حقوق بشر محبوس در ایران، خود مقامات جمهوری اسلامی و جامعه جهانی داره؟ با سلام به شما و بینندگان، عفو بین الملل در مورد افزایش ارتباط ایران با اتحادیه اروپا نظری نمیده، چون این به عهده کشورهاست که روابطشون رو تنظیم کنن. ولی اونچه که ما به صراحت اعلام کردیم اینه که اتحادیه اروپا نباید در قبال ظلمی که به مدافعان حقوق بشر در ایران میشه سکوت بکنه و مطابق با اصول خودشون در رابطه با گفتگوهای حقوق بشری دو جانبه با کشورها، باید مسئله آزادی فوری و بی‌قید و شرط مدافعان حقوق بشر را در صدر اولویت‌هاشون در گفتگوهای دو جانبه با ایران قرار بدن. در طی چند سال گذشته مقامات ایران به افزایش ارتباطشون با اتحادیه اروپا و سازمان ملل افتخار کردند. این در حالیه که مدافعان حقوق بشر به دلیل ارتباط با همین نهادها به عنوان مجرم با اونها برخورد شده. نمونه بارز در این زمینه نرگس محمدیه که به 16 سال زندان محکوم شده و پرونده کیفری او پس از ملاقات با نماینده سابق ارشد اتحادیه اروپا تشکیل شد، و یا آرش صادقی، مدافع حقوق بشری که محکوم به 19 سال زندان شده، در شرایط فوق‌العاده وخیم جسمانی به سر میبره و از جمله جرایم او، به اصطلاح جرایم او، ارسال اطلاعات به اتحادیه اروپا و تماس با گزارشگر ویژه سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل. و درخواست ما اینه که مقامات ایران به این سرکوب علیه مدافعان حقوق بشر پایان بدن، و اگر قراره که وضعیت حقوق بشر رو بهبود بدن، در واقع باید به دغدغه‌های به حق مدافعان حقوق بشر گوش بسپارن. درسته. خانم بحرینی، سوال بعدی اینه که خانم موگرینی باید در این دیدار چه مسائلی رو از نظر شما با مقامات تهران مطرح کنه؟ مقامات اتحادیه اروپا اعلام کردند که مسئله حقوق بشر برای اونها اولویت داره. علاوه بر مسئله اعدام، ما از اونها درخواست داریم که موضوع مدافعان حقوق بشر رو اولویت بدن، و این مطابق با اصول راهبردی اتحادیه اروپا هم در زمینه گفتگوهای دو جانبه هست، و آنها باید مشخصاً درخواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه کسانی که فقط به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق بشر زندانی شدن رو با مقامات ایران قاطعانه مطرح بکنن. در طی 4 سال گذشته 10 مدافع مورد پیگرد قضایی و حکم‌های سنگین قرار گرفتن. در پرونده پس از پرونده ما دیدیم که فعالیت‌های بسیار ساده‌ای مثل دیدار از مزار کشته شدگان انتخابات سال 88، مصاحبه با رسانه‌ها، در ارتباط بودن با خانواده‌های زندانیان سابق یا فعلی، و یا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و صحبت در مورد حقوق بشر، اینها فعالیت‌هایی بوده که دادگاه‌ها در ایران دائما به عنوان مصداق جرم علیه امنیت ملی مطرح می‌کنند، و این به هیچ عنوان در یک کشور که میثاق‌های بین‌المللی را امضا کرده پذیرفته نیست. اینها موضوعاتیه که باید در گفتگوهای دو جانبه بین اتحادیه اروپا و ایران به طور جدی پیگیری بشه.